انگیزه ای که باعث شد از دوران طفولیت به نقاشی علاقه بسیار زیاد داشتم که تقریبا 8 سال میشه نقاشی رو به صورت آماتور شروع کردیم. در شروع کم بیش پیش خود کار میکردم در خانه، تا ای که بعضی دوستایم میدیدم که کورس رسامی میرن و این باعث شد که خودم هم به صورت مسلکیش 8 سال پیش شروع کنم و مدت 2 سال آموزش دیدم. مدت 6 سال 7 سال میشه که آموزش میتونم به شاگردا. در این مدت 6 سال 7 سال به بیشتر شاید هزارها شاگرد آموزش داده باشم نقاشی را. نقاشی خودش یک هنره که مثلا یاد گرفتن چی بد نیه، خیلی هم خوبه. مثلا در خیلی از هدفهای زمو مثلا که میخوای داینده شونیم خیلی رول داره. مثلا یک کسی میخوای طراح شونم، برای طراحی هم خوبه. و خود من مثلا در رشته آرایشگری علاقه خوبه، به مو خاطرم کورس نقاشی آمدیم دیگه و داینده میخوایم که اصلا طراح شنم و بتونم که طراحی رو خیلی خوب کنم. و این نقاشی خوبه، خیلی آزادی، خیلی مثلا برای از دخترها گرفته شده. مثلا ما نمیتونیم کورس بریم و کورس میتونیم ولی مکتب نمیتونیم، نمیفهمم. مثلا کورس را اجازت ده ولی مکتبا نه. و ما نتونستیم که مثلا در درس‌های خدامه بدیم و از امارت اسلامی میخواییم که مثلا شرایط کار از ما نگیره و ما بتونیم که به هنرهای خود ادامه بدیم. دو ماه شده که اینجا آمدم و تانستم یک بخشی از نقاشی رو پیش برم که از آشیا بیرون شدم، رفتم در چهره دیگه. ما که اینجا که میریم اول از آشیا شروع مونیم، بعد از آشیا مونیم چهره. نظر به کار خود شاگرد است چه رقم کار مونه. هر وقت که از بخش اول کار ما خوب شد، استاد ما مدل چهره میده. بعد از اینکه از چهره خلاص شد، چهره که خوبتر شد، میرم در بخش کار با زغال، زغالی کار می‌کنیم. بعد از زغالی که خلاص شد می‌ریم، بعد از زغالی می‌ریم رنگه، بعد از رنگه چه میشه دیگه، بعد از زغالی خودکاری میه، بعد از خودکاری رنگه میه، بعد از رنگه که شد می‌ریم در رنگ روغن. باز رنگ روغن آخرین بخش است که ما متانست در تازه تانستم یک بخش از نقاشی رو پیش برم. شوق و علاقه من شوق زیاد تشویق فامیلیم بود، یک چیزی که میکشیدم باز اونا خوش میکرد و من باعث میشد که من هر دفعه شوق بیشتر به نقاشی زیادتر شونه. سوژه‌های من زیادتر خوش دارم طبیعت کار کنم، چون طبیعت یک ایسی آرام بخش بریم میتر، خیلی آرام میکنم. ولی زیاد آینده میخوایم صدای زناشم از طریق نقاشیم، تابلوهایم برای تمام مردم جهانی رو نشان بتونم که زن افغانم میتونم مثلا در بخش نقاشی و هر کار دیگه
پیشرفت خوبی داشته باشه. حالا از دولت امارت اسلامی همی آرزو چی رو داریم؟ خواهیش داریم که همی زمین هایی رو که خود ما برای خود مساید میسازیم و چقدر سختی و مشکلات از ما نگیره. مثلا ما خودم که اینجا میایم خیلی به سختی میایم. فعلاً شرط یک قسم شده که سابق خوب بود، کم و بیش مردم می آمد یک تابلوی رو می خرید که دای دیوال خود بپوشانه، اما فعلاً مردم می بینید که روی خانش لوچ مانده، چی برسه که بگیر روی دیوال خود پود بسازه، مثلا یک چیز رو آویزان کنه روی خانه مردم تو خالی شده، هیچی نمانده دیگه. زمان به تابلو و اینا مردم نیاز پیدا میکنه که دیگه نیازش رفع شده باشه و فعلاً ما فروش که سابق تا شمال نداریم، حتی پایین تر از صفر رسته. فقط از دولتی رو میخواین که برشون ارزش قائل شد به هنرشان، اجازه ایر فعالیتشان رو بتن، زمینه تحصیلشان رو مساعد کنن، نمایشگاه ها رو برشان برگزار کنن تا اینا بتونه تابلوهای خود به مردم و مردم بیرون در دیگر جهان به نمایش بانن تا مردم بیرون هم ببینن که ما همچین استعدادهایی رو داریم. پیش از دوره امارت اسلامی شاگردان ما کلن کورس داشتن در این منطقه خود ما دشت برچی در طرف دارلمان طرف گودسنگی، اما باز فعلا فکر کنم به خاطر این دولت نو که آمده کلن جمع شده دیگه. شاگردایی که فعلا داریم تقریبا شاید بیشتر از 200 نفر باشه در کل روز که میاین اینجا. نسل جدید خیلی اهمیت میده به هنر نقاشی. مثلا نظر در دو دهه پیش یا یک دهه پیش خیلی تغییر کرده. مثلا سابق شاید دید مردم فرق میکرد، وقتی میگفتی که نقاشی رو شروع کن یا رسامی رو شروع کن میگرد به درد نمیخوره، اما فعلا نظرها خیلی فرق کرده، کلگی دخترها و بچه ها علاقه‌مندی بیشتر دارن.